سلام به تو دوست عزیزم، ارمیا منصوریان هستم و در این ویدیو آموزشی قصد دارم بهت یاد بدم که چجوری تصاویر قدیمی و کهنه رو به تصاویری جدید بدی و رنگی تبدیل کنی، بهشون روح ببخشی. برای رنگ کردن تصاویر سیاه و سفید، یا بهتر بگیم تصاویر قدیمی، یکی از ابزارهای پلی، بهتر بگیم یکی از ابزارهای سلکشن رو باید انتخاب بکنیم، ابزارهایی که اون ناحیه و اون سوژه که ما می‌خوایم رو انتخاب می‌کنه. میتونید با لسه و تول انتخاب بکنید، با پولیگونال یا کویک سلیکشن و ماجیک وب. من با پولیگونال انتخاب میکنم و چون که وقت نمیخوام زیاد هدر بره، به صورت حدودی انتخاب میکنم تا کارم بهتر در بده. اما شما اگه میخواییم باز خیلی حرفه‌ای تر کار کنید، میتونید با حتی با ابزار پن هم سلیکت بکنید، یا بجزون با ابزار کویک سلکشن، یا حتی با همین پولیگونال میتونید خیلی دقیق تر وارد بکنید. اما من حدودی این ناحیه صورت رو انتخاب کردم که میخوام رنگیش بکنم. وقتی این ناحیه رو انتخاب کردیم، میتونیم از منوی سلکت مودیفای بهش فیدر بدیم، اسموت بدیم و کارهای دیگه که حالا من فعلا نمیخوام. بعدش که حالا سلکتتون رو انجام دادین، از منوی لایه ها میبینید یک لایه دارین با نام بک‌گراند و یک قفل داره. اگه هم قفل نداشه، لایه معمولی بود، هیچ مشکل نداره. کلید ترکیب کنترل جی رو بگیرین تا یک لایه جدید ساخته بشه با اون محلی که سلکت کردین. با دابل کلیک میتونین نامش رو تغییر بدین. من میذارم یک و روی انتر کلیک میکنم. وقتی روی این لایه هستین، پنل رو میبندیم، میریم روی منوی ایمیل ادجاستمنت و سپس روی گزینه کالر بالانس کلیک میکنیم. این منوی که برای ما باز بشه، میتونیم رنگی کردن رو انجام بدیم و رنگی بکنیم. فقط قبلش حواستون باشه گزینه پریویو حتما برای شما تیکش فعال باشه. سپس از قسمت کالر لول میتونید بهش کالر لول میتونید بهش عدد بدین، مثلا 5 تا اینور یا -5، که حالا فعلا عددش مهم نیست. با همین قلتک شما میتونید این کارو انجام بدید. این قلتک رو به سمت آبی فیروزه‌ای ببریم، این رنگی و این رنگی میشه. خب ببینید اینطوری میشه رنگ صورت. حالا باز میتونید ترکیب بکنید این ور، یه همچین کارهایی میتونید بکنید. و وقتی کارتون تمام شد، روی اوکی کلیک بکنید. این یک راه حلش بود که ما از چی استفاده کردیم، از کالر بالانس. راه حل دیگه‌اش چیه؟ کلید ترکیب کنترل یو رو بگیرین، هیو سچوریشن برای شما باز میشه. از منوی ایمیج ادجاستمنت ها میتونید روی گزینه هیو سچوریشن کلیک بکنید. از این ادجاستمنت هم میتونید شما استفاده بکنید برای رنگ کردن اون نایی که من هیو سچوریشن رو به شما پیشنهاد میکنم. تیک گزینه کالرز و پریویو برای شما فعال باشه، کالرز و پریویو. و از قسمت هیو میتونید رنگ رو انتخاب کنید، سچوریشن، شدت و لایتنس، روشنی یا تیرگیش. عنوان مثال یک همچین رنگی داره صورت. سچوریشن یک کم میتونید پر رنگ کم رنگ بکنید، زیاد پر رنگ نکنید تا تصویرتون مصنوعی به نظر نیاد. لایتنس هم میتونید روشن یا تیره بکنید که به نظر من این رنگ این مقدار اوکی. و سپس روی اوکی کلیک میکنید. حالا ابزار پاکون رو انتخاب میکنید. خیلی دقیق میتونید با کروشه باز یا کروشه بسته روی پاکونتون بکشید. حتی میتونید اوپاسیتی و فلوش رو هم در نظر بگیرید برای اینکه بتونید خیلی بهتر و راحت تر عمل بکنید. خب حالا ما این منو رو میاریم اینور و اون ناحیه هایی که بیرون زده رو با استفاده از ابزار پاک کن به راحت ترین و خیلی زیبا میتونیم ما پاک بکنیم اون ناحیه رو. میبینید خیلی با دقت و دقت عمل این کار رو انجام بدید تا حرفه‌ای بشین. سایزش هم با کروشه باز کروشه بسته کوچیک یا بزرگ بکنید و خیلی راحت میتونید این کار انجام بدید. وقتی باز این ناحیه رو کامل پاک کردین، میبینید الان من یک ناحیه مقدار مونده که من دیگه باش کاری ندارم. وقتی اون ناحیه رو پاک کردین، از قسمت لایه ها دوباره برای اینکه بخواید یه ناحیه دیگر رنگی بکنید، میرید روی بک‌گراند، سلکت میکنید دوباره اون ناحیتون رو، کلید ترکیب کنترل جی رو میگیرید و همون مراحل رو دوباره از لایه بک‌گراند حتما انجام بدید. به عنوان مثال، مثلا من نمیخوام رنگ لب من این شکلی باشه، پس من قبلش ابزار پاکون رو برمیدارم و میرم روی این ناحیه، چون که صورت همش رنگی شده و اینجا پاک میکنم لبو. ببینید سیاه شد. دوباره روی بک‌گراند و سلکت میکنم و اون کارا رو انجام میدم تا بتونیم به بهترین نحو و به بهترین شکل این کارو انجام بدیم. ممنون از شما.